یه شخصی اومد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، پرسید آقا معنی سلام بر پیامبر چیه؟ این که ما آخر هر نماز میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این که مثلا میریم زیارت مدینه سلام میدیم به پیامبر، یا نه مثلا از راه دور سلام میدیم، اینا معنیش چیه که اینقدر سفارش شده؟ امام صادق علیه السلام یه مطلب فوق‌العاده‌ای رو بیان کرده. فرمودن وقتی که خدا در عوالم قبل روح شیعیان ما رو خلق کرد، از شیعیان 4 تا تعهد گرفت. چه تعهدی؟ اسبرو و صابرو و رابطو و اتقوا الله. آیه آخر سوره آل عمران. یعنی ای شیعیان، من شما رو میفرستم تو دنیا، اما بدونید دنیا جای خوشی نیست. این دنیا بیشتر به کام دشمنان شماست تا شما. تو این دوران سخت 4 تا تعهد بدید به من خدا. 1، در انجام وظایفتون صبور باشید، سختیشو تحمل کنید. اسبرو، در مقابل دشمنانتون صبور باشید، آزارها، اذیتها، تهمتها، تحقیرها، اینها رو تحمل کنید، یعنی صابرو. 3، با امامتون ارتباط داشته باشید، پیوند داشته باشید، از امام زمانتون غافل نباشید، یعنی رابطه. و 4، تقوا داشته باشید. این 4 تا تعهد رو بدین، من خدا در ازاش این تعهد رو میدم که دورانی فرا برسه که زمین رو از وجود دشمنان شما کامل پاک کن. یک دنیایی پر از برکت، خالی از هر گونه آفت، خالی از هر گونه دشمنی و کینه، پر از امنیت، پر از آرامش. یه همچین دنیایی رو به شما وعده میده، یعنی دوران حکومت حضرت مهدی علیه السلام. بعد آقا امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که سلام میده به رسول خدا، کسی که صلوات میفرسته بر پیامبر، معنیش اینه که خدایا من پای این عهد هستم، تو هم تعجیل کن در اون وعده‌ای که به ما شیعیان دادی. یعنی کسی که صلوات میفرسته، کسی که سلام میده به رسول خدا، یا حتی سلام بر بقیه اهل بیت، فرقی نمیکنه، اونا هم نفس رسول خدا هستن. این سلام ها، این صلوات ها، این زیارت ها، اینها معنیشون آرزوی ظهوره، در عمقشون دعا برای فرجه. من میخوام اینجا یه استفاده ای بکنم. خدا در قرآن میفرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهدی که با من بستید وفا کنی تا منم وفا کنم. ما شیعیان اگر به عهدمون که اسبرو و صابرو و رابطو و اتقوا الله هست وفا کنیم، خدا هم به عهدش وفا خواهد کرد و روزگار ظهور رو انشاءالله خواهیم دید. امام زمان علیه السلام هم در اون توقیع شریف فرمودن اگر شیعیان در وفای به عهدشون یک دل بودند، سعادت دیدار ما براشون به تأخیر نمی افتاد.